سلام دوستای خوبم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز اومدم با یه ویدیو جدید برای اینکه با هم دیگه یه کانوا درست کنیم از تیشرت. خب همونجور که میدونین استفاده از تیشرت بلا استفاده تو خونه باعث میشه که اولا مدتون تمیز شه. خب یعنی یه تیشرتی که استفاده نمی‌کنین رو به جای اینکه دور بندازین ازش استفاده کنین، هم که جا باز شه توی کمدتون، بعد و برای محیط زیست خوبه. و از همه مهمتر خاصیتی که من دوست دارم بابت اینجور کانواها اینه که چون قطرشون زیاده خیلی سریع بالا میرن. خب این از این بابت خیلی خوبه. ما حالا تو این ویدیو که اینو یاد دادیم که چجوری از تیشرت میشه کانوا درست کرد، برنامه های بعدی نشون میدیم که از این مثلا چه چیزی میشه درست کرد. خب چون من رنگ نارنجی میخواستم، کانوا پیدا نکردم نارنجی، برای همین تیشرت نارنجی گرفتم که اینو درست کنم باهاش. خودم نداشتم، از مغازه دست دوم فروشی اینو گرفتم و زیاد گرون هم نبود، 3.5 دلار بیشتر نبود. خب 3 دلار 3.5 دلار در واقع 35 کرون ما میشه. و به هر حال از یه تیشرت مردونه سایز اسمال یه گلوله چیز گرفتم، یه گلوله کانوا گرفتم. بیشتر از این صحبت نمی کنم، بریم که با هم دیگه برنامه رو شروع بکنیم. وقتی که میخوایم که چیز کنیم تیشرتمون رو ببریم، تنها نکته‌ای که مد نظرمون هست، اول اینکه اگه اینو نمیداشت من خوشحال‌تر بودم، ولی خوشحال نداره، میبینیم که چطور میشه. تنها نکته‌ای که هست اینه که ما باید طوری ببریم که این پیوسته باشه و کمتر چیز باشه، جدا جدا باشه. ما باید جوری ببریم که دیگه کمترین درز رو بخوایم بریم. اولین کاری هم که من میکنم اینه که این درزای اینجاشو باز میکنم. شما میتونید هم با قیچی انجام بدین، هم با چیز لازم زمان بیارم. شما هم میتونید اینو با قیچی چیز کنین، باز کنین. زیاد سخت خاصی نداره، همین که میتونین از چیز بشکاف استفاده کنین. با بشکاف مواظب باشین که خود پیرهنتون رو چیز نکنین، نبرین. بعد از اینکه این لایه اولشون رو باز کردین، خب حالا شما میتونین که برین و لایه دومش رو هم باز کنین. حالا اینجا بشکاف لازم هستش، یعنی اگه داشته باشین کارتون خب خیلی راحت تر میشه. اگر نه اینقدر سفت هم نیستن اینا، میشه با همون قیچی برید. خب دوستای گلم، من این درزاشو باز کردم، مال آستینش هم باز کردم. حقیقتشو بخواین همین آستینشو و همین که پایین کار رو، همونجور که گفتم چالش فقط اینه که پیوسته در بیاد. برای این کارم من پیشنهادم اینه که، یعنی من سولوشن من اینه که این شکلی ببارم. من اینو 4 لا کردم پایین کارمونه و هلوهوش اندازه 2 سانت، آره دیگه 2 سانت میبرم. اینکه زیاد تمیز ببرین مهم نیست، ولی خب تلاشتون رو کنین. بعد اینکه همش یه دست و یه اندازه هم بشه باز مهم نیست، ولی باز شما تلاشتون رو بکنین. خب من تا اینجا زیر آستین تا اینجا بریدم، بریم که حالا اینو شروع کنیم ببینیم چطور میشه. خب حالا که اینا رو به این حالت در آوردیم، شروع میکنیم یه طرفش رو کامل تا آخر قیچی میزنیم تا آخر.
خب حالا که این رو چیز کردیم، ریشه ریشه کردیم، میمونه طرف دومش. اینو باز میکنم من از اینجا و اینجا پهن میکنم. تمام نکته ای که هستش اینه که شما به جای اینکه اینو به اینجا وصل کنین، بعد اینجوری اوریب ببرین، یعنی اینو به این وصل کنین، اینو به این وصل کنین، اولی این به دومی این، دومی این به سومی این وری. اولیش هم همینجوری میتونیم فقط ساده ببرین دیگه. بذار من اول دومی رو ببرم. حالا یه حلقه شد، اینو میتونین از اینجا ببرین. خب رسیدیم به اینجای داستان. خب حالا که اینجای کار رسیدیم، من این دور یقه اینو جدا میکنم. جالب اینجاست که این نوشته 100% بومول، یعنی کتانه. چه خوب، کتان که هست به اصطلاح این خارجی ها محیط انوایرمنت فرندلیه و برای طبیعت خوبه، برخلاف پلاستیک خوب یا پولیستر که خیلی زمان میبره که بخواد تجزیه شه. من این آستین رو هم جدا میکنم، همین رو جدا میکنم، هم دیگریش رو جدا میکنم. من نظرم عوض شد، چیز میکنم آستینا رو فعلا نگه میدارم تا ببینم چی میشه. تو این مرحله قصد دارم من این کارو کنم که آره به نظرم منطقی میاد که این دفعه پشت رو همینجوری برم بالا پایین. من برای اینکه سریع تر بشه دولا میکنم اینجا رو، من این شکلی صاف میکنم و بعد شروع میکنم اینجوری اینجوری بریدم. حالا استثنان از پایین شروع کنیم به خاطر اینکه این بند از پایین هستش. خب اینم از پشت. یکی دیگه از آستینا رو جدا کردم. صرفا نگاه کنیم، میگم چالش اینه که این پیوسته بیاد. تا زمانی که بتونیم پیوستگیش رو حفظ کنیم اوکیه. این دیگه یکی در میون میذارین، بعدی رو قیچی میکنن.
اینو میذارین، اینو البته مثلا در حدی که انقدر بمونه میذارین، دوباره بعدی رو میچی میکنم، اینو میذارین و قیچی میکنم، اینو میذارین میذارین اینو میذارین اینو قیچی میکنه ببینید دروز میاد اینو میذارین اینو قیچی میکنه اینو میذارین اینو قیچی میکنه اینو هم تا یه مقدار خوبی قیچی میکنن من اینو به آخرین تکه هم که بریدیم وصل میکنم میرسیم به جلوی کار این جلوی تیشرتمون هست من این رو هم باز دولا میکنم و قیچی میزنم توی قیچی زدن ها حواستون باشه که زیاد تا ته نرین دیگه مثلا هلوش یه بند انگشت تا تهش هم بذاریم چون ما هنوز خبر نداریم که از کدوم ور باید قیچی کنه من کدوم ور کمتر قیچی کنیم از کدوم ور کلن باید قیچی کنیم حالا که اینجا هستیم خب اینو من اینجوری میبرم و سعی میکنم که درزم نیفته حقیقتش درز و چیزی نیستش که ما دوست داشته باشیم من اینجا رو که میخوام رو درزه پول بزنم این شکلی بیام و درز رو قیچی کنم یه درز اینجا افتاد ولی خب چون از اونجا که درز خود تیشرت هست اوکیه یعنی منظور که نیازی نیست دیگه بریم دوباره اینو چیز کنیم خیاطی کنیم دیگه اضافه است دیگه به خاطر اینکه سر شونه شیب باشت این از اون بابته یه دونه از این ورم که ببریم خوب میشه ببینید الان دیگه این پیوسته شد خب میرسیم به جلو دیگه الان جلو تکلیفش معلومه دیگه چون مثلا از این ور اومده شما اینو تا آخر نباید ببرین بعدیش رو باید تا آخر ببرین همینجور در مورد اینو اولی نه دومی اولی نه دومی
من آستین رو همینجا جدا میکنم. این رو هم میبریم. اولین از دومی، اولین از دومی، اولین از دومی، اولین از دومی. پرفکت. این وسط ها رو میخورده برشش رو عمیق‌تر میکنه. برای آستینم من خودم میخوام که دولا کنم. سر آستینو میبرم. درزش خیلی پهنه به خاطر اینکه چندلا شده. میبرم، لازمش ندارم. ببینید که به اینجا رسیده. من که میخوام اینو ادامه بدم. پس اینو همینجا یهو میارم فعلا پایین. اینم جدا کنم. درزم لازم نداریم، اینم میتونیم جدا کنیم همین الان. خب حالا که این آستین موند، این آستین رو میتونیم که ببریم دیگه. خب دوستای خوبم، به این مرحله رسیدیم که کانواهامون به دست اومد. تنها تیکه ای که از این تیشرت موندی آستینه که اونا هم میتونیم بعداً کانوا کنیم. بعد و حالا میرسیم به مرحله ای که من دوست دارم. مرحله ای که من دوست دارم اینه که از این سر میگیریم و شروع میکنیم یه ذره میکشیم، آروم آروم میکشیم که این فر بخوره. ببینید خیلی خوب فر میخوره و شبیه به کانوا میشه. این حالت عادیشه و این حالتیه که فر خورده. احیانا جایی دیدین که به نظرتون چیز برشش کمه، میتونی یه ذره بیشتر برش بدین. جاهایی که فکر میکنین که درز افتاده، ما الان فکر کنم من فقط توی این سری فقط یه درز بیشتر نداشتم، ولی خب باز با این حال چیز باشین، اون جاها رو حواستون باشه که با حواس جمع‌تر اونو بکشیم. ببینید این قسمت ها، من پیشنهادم اینه که یه بار اینو بکشین، یه بار اینو بکشین. این تیکه اگه خودش چیز نشود اشکال نداره دیگه. قسمتیه که چیز داشت، از این قسمت چیزای سفید داشت. من خودم زیاد اهمیت نمیدم، ولی خب اگه شما دوست نداری میتونی این قسمت رو قیچی کنین و کلا صرف نظر کنین از اینجا.
حالا میتونین دیگه با خیال راحت جمع کنین. و به این شکل کانوای ما آماده شد. من یه گلوله کانوا از یه تیشرت گرفتم، بعد حالا تو ویدئوهای بعدی بهتون نشون میدم که مثلا از این چه استفاده هایی میشه کرد. من خودم اینا که برای هالووین میخواستم، حالا تو ویدئو بعدی بهتون میگم که چطور استفاده کنیم یا چی باش درست کنیم. مثال به عنوان مثال این بود از برنامه امروزمون. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. یادتون نره که ویدئوی ما رو لایک کنین، سابسکرایب کنین و منو تو اینستاگرام فالو کنین. دوستتون دارم. خدا نگهدار.